مجتبی اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاده اینجا همراه من هستند. سلام، خوش اومدید به استدیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. گزارش اخیر کمیساری عالی حقوق بشر در مورد جنایت بشریت علیه مسلمانان سینکیانگ را چگونه ارزیابی میکنید؟ سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم که من رو در برنامه خودتون دارید. ببینید، متاسفانه گزارش هایی که از چین بیرون میاد بسیار محدود هستش، به علت اینکه زبان مندرین یا کانتونیز که این گزارش ها درش نوشته میشه محدودیت ترنسلیشن و ترجمه درش هست. در مورد دوم این هستش، کسانی که این جنایت ها بر علیهشون انجام شده متاسفانه در سکوت مطلق هستند، یعنی خانم ها، بچه ها، جوان ها، مرد هایی که جنایت های بسیار زیادی علیهشون شده اونها در سکوت هستند، به علت ترسی که دارن از کشور چین یا جاسوس های کشور چین در کشورهای مختلف و صحبتی نمی کنن. پس محدودیت در اطلاعاتی که به ما میرسه بسیار زیاد هستش و باید اکتفا کنیم. متاسفانه جامعه جهانی باید اکتفا بکنه به خبرهایی که از چین و یا شاید ارگان‌های مستقلی که از بیرون هستن و احتمال بودن جاسوس درشون هست یا نیست، اکتفا به این نوع گزارش ها شده. پس اطلاعاتی که داریم بسیار محدود هست و فکر میکنم حتی به 30% از جنایت های واقعی هم نرسه این اعترافات. بله، هشدارها و انعکاس موارد نقض حقوق بشر در سینکیانگ چین چه تأثیری در کاهش فشار علیه مسلمانان و اوگورها خواهد داشت؟ من با چند تاجر که به چین مسافرت میکنم برای خرید کالا صحبت کردم. اونها محدودیت نمیبینن در نماز خوندنشون، در احتمالاً مساجدی که اونجا وجود داره. اوگورها به علت اینکه یک واجهه و یک ویو غیر ملی دارن، غیر چینی دارن، یک تمرکز بسیار بالای از طرف کشور چین در مورد اونها هست. یعنی کسی که اگه مسلمان باشه در شنگهای بره یه جا نماز بخونه. من خودم چین مسافرت کردم، بیرون یک معبد بودایی ها وایسادم و نماز خوندم، کسی به من کاری نداشت. کشور میدونه که تمرکز فشار رو بر کی و کدوم اقلیت ها مستقیما انجام بده و چون از نظر زبانی بین تاجری که میاد و بین یک اویگری که باز هم زبونش متفاوت از مندرین یا کانتونیز هستش، هیچ نوع رابطه بین اینها نیستش که بخوان همدیگر رو یک جا ببینن، صحبتی بکنن. و اویگرها زبان خاص خودشون رو دارن، تاجری که میاد کلا در یک شهر دیگه ای میاد. تأثیرش بر کسانی که از بیرون میان به عنوان توریست و یا به عنوان یک تاجر تأثیر خاصی نداشته و به عنوان یک شخص میان که نه ما راحت بودیم، رفتیم نمازمون در هتلمون خوندیم یا جایی که رفتیم، مثلا اگه کسی رو دیدیم بهش گفتیم سلام علیکم، کسی با ما محدودیت فشاری برای ما نداشت که کشور ما رو با باتون بگیره ببره. ولی اونهایی که در چین هستن، چینی هستن و یا اویگرهایی که در ملیت خودشون هم باز ملیگرایی بودنشون در چین مورد سوال هست از طرف دولت، اونها 100% زیر فشار هستن و هیچ نوع کاهشی در مورد اونها انجام نشده، بلکه اینکه اعتراف دولت چین به این که ما اجازه میدیم به کشورهای بین المللی و سازمانهای بین المللی بیان تحقیق بکنن باعث شده که اون لنز و اون سعی و تلاش از بیرون کمتر شده که میگن خب الان شفاف سازی از طرف چین شده و شاید محدودیت ها کمتر شده، شاید فشار ها کمتر شده. دیدگاه اون تاجر و توریست هستش و نه دیدگاه کسی که در چین مورد اون محدودیت هست و در اون محدودیت داره زندگی میکنه. بله، با وجود مصداق‌های جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در چین، چرا تاکنون هیچ گونه اقدام عملی از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی برای جلوگیری و کاهش آن صورت نگرفته است؟ سازمان ملل یک مشکل خیلی بزرگی رو داره. این مشکل رو من خودم به شخصه دیدم. چون میخوان همه کشورها با همدیگه داد و ستد داشته باشن، سعی میکنن یه مقداری به هم آوانس هم بدن. یعنی امکان داره که یه کشوری در اروپا بخواد در مورد اویگرهای چین حرکتی بکنه، ولی چون داد و ستد تعاملات اجتماعی بینشون هست، از نظر تجاری هنوز بالای 70% دنیا، بالای 70% دنیا نیاز به کالای چینی دارن، خود کفایی ندارن. از نظر مالی خیلی از کشورها مغروز به چین هستن و بدهکار به چین هستن، چون یه سری از پروژه های بزرگ رو چین میاد میگه که من تمام مسائل رو بر شما با قیمت پایین تری انجام میدم. وقتی این بده بستون و این داده ستت بین کشورها هست، در سازمان ملل هم به همدیگه فشار نمیارن. مثل یه هیئتی مونه که در هیئت همه افراد با همدیگه
معاشرت دارن، خب بیرون هیئت هم همدیگه میبینن، سلام علیکم میمونه. پس از نظر کشورهای فشار نیست، نمیتونن یا نمیخوان. سازمانهای غیر انتفاعی مثل سازمان مسلمان آزاده، ما هم سعیمون رو میکنیم ولی همصدا با ما خیلی کم هست و محدودیت های بسیار بالایی رو داریم. هرچه مردم چین خودشون بیشتر داستانهاشون رو شیر بکنن و بگن و اون سختی هایی که کشیدن رو به ما برسونن، جامعه بهتر متوجه میشه درد و غمشون رو و بیشتر میتونه باهاشون همسو بشه. بله، سپاس از شما مشتاق اخوان، مدیر سازمان مسلمان آزاده.